هر کاریش کنی شهرآورد همیشه حساس بود، پر از تنش بالا گرفته و پر از هیجان. وقتی پای جامم وسط باشه، شهرآورد با سکوهای خالی هم میتونه همه رو پای تلویزیون میخکوب کنه، به ویژه وقتی قراره یه تیم از رقابت‌ها حذف بشه. فرهاد برای شیرین شدن کام هوادارشون برنامه داره، ولی نه اون و نه کس دیگه‌ای در نشست خبری قبل از این بازی مهم صحبتی با هوادارشون نداشت و جالب مدیران این باشگاه هم ظاهراً حرفی برای این اقدامات عجیب و غیر حرفه‌ای کادر فنیشون نداره. اشتباهات زیاده و اون بر میدونم که برای چندمین بار به جای سرمربی دستیارش به نشست خبری ها میاد، از تمرکز برای این بازی حساس گفته شد. فردا بازی فوق العاده سختی خواهد بود. خیلی خوب استقلال رو بررسی کردیم، آنالیز کردیم. تیمی که قهرمان لیگ شده به فینال آسیا رفته، پس بنابراین شما اینو حتم بدونید که تمرکزش روی فوتباله و ما به خاطر همین دلایله که قهرمان شدیم، فینال آسیا رفتیم، قهرمان سوپر جام شدیم. آبی ها مصدوماشون میرسن. مصدومات جزئی بچه‌ها، فکر کنم امروز خوب بشه. مشکلی نداریم. بستگی داره. بودی غفوری میرسه به بازی. بله بله. ولی قرمزها دغدغه مصدوماشون رو دارن. دو سه تا مصدوم داریم. کمال که قطعاً به بازی نمیرسه. عیسام واقعاً تکلیفش مشخص نیست. فقانی داور مطرح فوتبال ایران که فعلا ساکن استرالیاست، به ایران اومده تا این بازی مهم رو برای هفتمین بار تجربه کنه. شرط این بازی که فقط شرط جام حذفیه شما می‌فهمین حساسه، ولی خب برای ما فرقی فرقی نمی‌کنه. ما هر مسابقه‌ای از حساسیت برخورده و طبق روال گذشته سعی می‌کنیم ان شاءالله یه عملکرد خوب و از تیم داوری ارائه بدیم. اتفاقاتی که قبل از این بازی افتاده کاری نداره، ولی تو بازی که خودم دارم قضاوت میکنم هم من از اونم هم اونا رو میشناسن هم نه اونا رو. بازی فردا شب ساعت 19:45 دقیقه برگزار میشه. این دو تیم در جام حذفی تا به حال 4 بار مقابل همدیگه قرار گرفتن که 2 بار استقلال برده، 2 بارم پرسپولیس. به نظرتون فردا در 96مین تقابل این دو رقیب سنتی کدومشون میتونه به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال صعود کنه؟ بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.